Gustav! Gustav! امروز میخوام با شما از کنجکاوی نوجوانا در مورد مواد روانگردان صحبت کنم. موادی که همه جا چه دسترسی بهشون سخت باشه چه نباشه پیدا میشن و مصرف غیر پزشکیشون در همه جا حتی در کشورهایی که خریدشون جرم نیست برای نوجوانا ممنوع و مضره. خانم دکتر، واقعا که از شما بعیده. این همه موضوع داریم: رعایت نظافت، تغذیه مناسب، احترام به والدین. آخه اینم شد موضوع. اجازه بدین مثلا کدومتون این گیاهو میشناسی؟ من اکثر لای کتابی که دوستام دیده بودم. نعناس؟ نعنا چیه خانوم؟ از شما هم بعیده. خرزهره است. خرزهره استوایی. گل! بچه گل! کجا؟ چند؟ کی با کی؟ نخیر، گل! گل همون گیاهی که بهش میگن شادونه. شادونه؟ مگه همون دونه سیاه نیست که سر سونه بابایی میخورد برای حافظه؟ این گیاه همونه دیگه. اسمش توی ویکی‌پدیا کانابیسه، همون ماریجوانا. چی گفتیم بچه خام دکتر؟ تو اینا رو از کجا بلدی؟ خدا مرگم بده. خانم دکتر، این بچه میدونه مادرش حساسه، میدونه من آبرو دارم، حیثیت برامون نذاشته جلو این گربه. نگران نشید، این موضوعیه که گمان میکنید نباید راجع بهش بگیم و بشنویم، در حالی که باید در موردش آگاه باشیم و خجالت و هیس صورت مسئله رو پاک نمیکنه. حاک بذارم چیه صورت مسئله؟ که دوستامون در مورد گل حرف میزنن و بعضی از دوستامونم امتحانش میکنن. بله، و نمیدونن که روی رشد مغز چه اثر مخربی میذاره. خانم دکتر، من شنیدم اگه یه بار از اون شکلاتاش بخوریم هیچیمون نمیشه. میشه؟ کسی صحبت شکلات نکرد، دارن در مورد این مواد میگن که اتفاقاً به شکل شکلات، آب نبات، قطره، کیک، چیپس، آب میوه و خیلی خوراکی های دیگه تولید میشه. برای همین میگم والدین و مراقبین باید در این زمینه مدام تحقیق کنن و خودشونو به قول فرنگی ها آپدیت کنن. ما هم از طریق دوستامون آپدیت میشیم دیگه خانم دکتر. مشکل اینجاست که آگاهی دوستای شما نه فقط کامل نیست، بلکه میتونه گمراه کننده باشه. مواد روانگردان چه گیاهی و چه شیمیایی در نوجوانا خواب، قدرت تمرکز، قدرت تصمیم گیری و توانایی یادگیری رو مختل میکنه، باعث افت تحصیلی میشه و به دلیل رشد ناقص قسمتایی از مغز باعث اثرات دراز مدت و مخرب میشه و مصرف بالای اون برای کسانی که زمینه نهفته بیماری‌های روحی دارن اختلالات جدی و غیر قابل برگشت روانی ایجاد می‌کنه و البته که اعتیاد میاره. مواد سنگین نیست که اعتیاد میاره، میگن مواد سبک اعتیاد نمیاره ها. اول اینکه مواد از هر نوع به خاطر آسیبی که به رشد مغز نوجوان میزنه براش مضره و در واقع دیگه سبک و سنگین نداره. دوم اینکه اعتیاد یعنی چی؟ یعنی نیاز پیدا کردن به مصرف چیزی یا انجام کاری که در واقع اصلاً بهش نیاز نداریم. ممکنه فکر کنید که میتونید میلتون رو کنترل کنید، ولی ما مراقبین و والدین بهتون توضیح میدیم که بدن کم کم به محرکا و مخدرها عادت میکنه و چون اون حس و حال اولیه دیگه با میزان کم مصرف ایجاد نمیشه، بدن به میزان بیشتری از اون ماده و به تعداد دفعات بیشتر نیاز پیدا میکنه. سوم اینکه بیرون اومدن از اعتیاد غیر ممکن نیست، ولی بسیار کار سختیه و هر زمانی ممکنه بهش لغزش پیدا کنیم. و چهارم اینکه نوجوانایی که به مصرف مواد به قول شما سبک رو میارن متاسفانه خیلی ساده تر از بقیه درگیر مواد به اصطلاح سنگین میشن. بنابراین بهتره اصلا واردش نشیم. حالا اگه بچه کنجکاوی کرد، رفت، ندونست چیه، مصرف کرد، برخورد ما بعد چطور باشه خانم دکتر؟ یک، نشانه های رفتاری و فیزیکی مصرف رو بشناسیم و حواسمون به تغییرات رفتار نوجوانمون باشه. دو، فضا رو جوری امن کنیم که نوجوان از ما نترسه
و هر چی شد بلا فاصله به ما بگه و کمک بگیره. 3. بهش سرکوفت نمیزنیم که تو معتادی و خجالت بکش و از اینجور حرفا، چون هر برچسبی از طرف ما روی نوجوان موندگار میشه. 4. اگه این اتفاق افتاد میگیم ممنون که گفتی و کنارش میمونیم و با مشاور و پزشک تماس میگیریم. گاهی هم ممکنه در وضعیتی باشه که باید به اورژانس منتقلش کنیم. اگه آشنایی چیزی تو اورژانس ببینتمون چی؟ ببینه، هر اتفاقی که بیفته ما باید از بچه‌مون حمایت کنیم. ما تو خونمون یه نخ سیگارم نداشتیم، تمام کارهای بچه من کنترل میشه. اجازه نداره بی هماهنگی من یه دوش بگیره. اون وقت این بچه مطیع سر به زیر رو دوستای ناباب با این چیزا آشنا کردن. باورتون میشه؟ بله که میشه. وقتی فهمیدم یه ماه بود که زیر تختش از اون شکلاتا قایم کرده بود. چرا آخه؟ به جای چرا آخه، سوال اینه: چرا نوجوان شما و من جذب اون دوستای ناباب میشه و تصمیم میگیره از من و شما چیزایی رو قایم کنه؟ شاید این یه زنگ خطره که دوباره خانواده و محیط خونه و حتی حجم بالا و غیر ضروری کنترل رو بررسی کنیم، نه؟ بله. اتفاقا من یه دوستی دارم که از این چیزا از خونه داییش برمیداره میکشه، از این اسمشو نبرا. بعد میخنده. البته این خیلی کار بدیه، نه؟ دوستم آدم عجیبیه دیگه. گاهی نوجوان چیزایی رو تعریف میکنه که شما رو محک بزنه و ببینه در این مورد چقدر بهش فضا میدید. ما نشویم دوستت غلط کرد با تو که اصلا همچین کسی رو دوست و رفیق میدونه. نقطه سرخه. میو. فضای امن. باید فضای رابطمون رو امن کنیم. در فضای امن ما آماده ایم برای شنیدن، شنیدن، شنیدن و بعد آگاهی دادن. پس بعد از این که شنیدیم، خود نوجوانو درگیر مکالمه میکنیم. مثلا بعد از حرفاش میگیم تو نظرت چیه درباره این کار؟ خودت برای معاشرت با این آدم احساس امنیت داری؟ رفتارش روی تو چه اثری داره؟ فکر نمیکنی که رفتار اونو به تو هم نسبت بدن؟ اتفاقا یه زرون مسئله جالب هلندی هم هست که میگه بگو دوستات کیان تا بگم خودت کی هستی. دقیقاً. و برای آگاهی دادن به نوجوان اول باید خودمون آگاه باشیم. خوب میگن همسر جان. پس شاید بد نباشه با دایی اون دوستی که گفتن یه تماسی بگیریم که آگاهیمون هم به خاطر این بچه شده ببریم بالا. آره، مثل این کم فاله هم تماشا. لازم نیست برای آگاهی در این زمینه ها عملا تجربهشون کنید. خوشبختانه فیلم‌های مستند و منابع معتبر زیادی، چه به صورت کتاب و چه به عنوان مقاله، حتی در فضای مجازی با رسم شکل و عکس وجود داره. یادمون نره همه ما در نوجوانی کنجکاو آشنایی با پدیده‌های تازه و ممنوع شدیم، به دلیل ناهنجاری در خانواده و جامعه، یا نداشتن امکانات، یا داشتن امکانات بیش از حد و غیر لازم، و یا اینکه خیلی ساده فکر کردیم اینطوری زودتر آدم بزرگ میشیم. پس از نوجوانا بابت این کنجکاوی ها دیو و دد نسازی، بفهمیمشون و به سلامت جسم و جانشون کمک کنیم تا این دوران بحرانی رو بی خطر و کم خطر پشت سر بذارن. میو. اوه عزیز من.